به نام خدا، من حمیدرضا عباسی هستم از گروه آموزشی دستایل. آموزشی که امروز در خدمتتون هستیم آشنایی با نرم افزار کیوکسل میکسره. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزار در برای ترکیب و ویرایش متریال های اسکن شده است. فوق العاده عالی، ما میتونیم متریال های فوق العاده ریالستیک رو شبیه سازی بکنیم. خب من نرم افزار کیوکسل میکسر رو باز کردم. از این قسمت من میام یک نیو میکس ایجاد میکنم و اینجا میتونم اسمش رو تعیین بکنم، حالا رزولوشنی که میخوام کار بکنیم میتونیم تعریف بکنیم. من میذارمش روی همین 2048 و پی بی آر ورک فلوی خودم میذارم رو حالت اسپیکولار. من اوکی میکنم و ما وارد نرم افزار میشیم به همین راحتی در قسمت ویوپورت. اگه دقت بکنید در قسمت لوکال لایبراری ما اینجا اسیت هایی داریم که متریال های اسکن شده هستن که من اینا رو دانلود کردم و به لایبراری خودم اضافه کردم. از قسمت آنلاین میتونید دسترسی داشته باشید به کتابخانه آنلاین مگا اسکن و تمامی کتابخانه متریال های اسکن شده رو میتونید اینجا کامل ببینید، دانلود کنید و استفاده بکنید. من در قسمت لوکال لایبراری برای شروع کارمون یک متریال راک رو لود کنم. این متریال رو نظرم خوبه، دبل کلیک میکنم و لود میشه. سب میکنیم که لود کنه، چون این متریال ها رزولوشن بالایی دارن، تکسچرها رزولوشن بالایی دارن و ما سب میکنیم که لود کنه. اوکی، همونطور که مشاهده میکنید من اینجا تکسچر خودم رو لود کردم. از قسمت وقتی تکسچر لود شد از این قسمت ما میتونیم مشاهده کنیم تکسچرمون رو. خب از این قسمت من میتونم ببینم تکسچری که لود کردم و اینجا پارامترهای خود تکسچرمون رو میبینیم که های فرکانسی، لو فرکانسی، ترشولد، آستانه رو اینجا من میتونم مشخص کنم. میبینید که با تغییراتی که من ایجاد میکنم میتونم کنترل داشته باشم روی خود دیتیل تکسچر خودمون. از قسمت دیفیوز، اسپیکولار و گلاسینز ما کنترل داریم روی خود نقش سطح ماده، اسپیکولار میزان ماتی. اگه من در قسمت دیفیوز نقش سطح مادهم و رنگش رو میتونم عوض بکنم، تغییر بدم، هر رنگی که مد نظرم میتونم بذارم. من یا میتونم میزان رفلکت خودم رو با اسپیکولار تعیین بکنم، گلاسینز میزان ماتی رو تعیین بکنم، پلیسمنت میزان تکرار یا همون آفست بودن توی محورهای ایکس وای من میتونم تعریف بکنم، روتیشن اینجا میتونم داشته باشم توی محوری که میخوام. از قسمت تایل اینجا من میتونم بگم مثلا تکرار در محورهای ایکس، مثلا اگه چک مارکش بخوره در محور ایکس میتونه تکرار بشه یا در محور وای. با گزینه اگه دقت بکنید اینجا نمیشه شده اسکیل و با گزینه ریپیتیشن میتونیم کنترل داشته باشیم روی میزان اسکیل خود تکسچرمون که من روی دیفالتش میذارم و مناسبه برای کار من. در گام بعدی ما میخوایم روی این سطح صخره من یه سری خزه روش کرده باشه و قسمت های داخل این دیتیل های ریزی که اینجا داریم در اون قسمت ها میخوام یه سری خزه داشته باشم توی خود سطح صخره خودم. من میتونم برم در قسمت لوکال لایبراری و اینجا من این تکسچر رو خودم رو لود کنم. ساب میکنیم که لود کنه. میبینید که بعد از این که اون تکسچر رو انتخاب کردید و در قسمت لوکال لایبراری اون تکسچر اسکن شده خودتون رو لود کردید، اون باز روی اون لایه بعدی قرار میگیره که در قسمت پایین داره لود میکنه. ببینید که تکسچر من لود شد. من اگه باز بیام در این قسمت میتونم چشم این تکسچرم رو باز خاموش کنم به این شکل و خب من میتونم بیام و با ریپیتیشن میزان اسکیل این تکسچر خودم رو کوچیک‌تر کنم، تکرارشو ساب میکنیم که باز لود کنه تکسچر رو، چون تکسچرها کیفیت بالایی دارن و 8K هستن، طول میکشه. خب حالا من میتونم دوباره بیام این تاگل رو بزنم و دوباره ما ببینیم تکسچر خودمونو. حالا در قسمت خود تنظیمات تکسچر خزه‌ای که من اینجا دارم میتونم بیام در این قسمت نوشته بلند. حالا میتونید نوع ترکیب کردن اینو با لایه زیرش رو شما تعریف کنید این قسمت که به چگونه اتفاق بیفته. با میزان ترشولد شما میتونید آستانه رو تعریف کنید که چقدر روی سطح
روی این لایه قرار بگیره و از این قسمت میتونی تعریف بکنی above from above روی سطح قرار بگیره یا below زیر سطح قرار بگیره یا به صورت اپوزیتی باشه. من میخوام روی سطح قرار بگیره و میذارم شوی حالت above و میزان ترشولدش رو کم میکنم و میبینی که وقتی من ترشولد رو کم میکنم یک میزان سطح لایه زیر منم قسمت هایی که برجستن و فلت میشن، تخت میشن. من میخوام برجستگی لایه زیر خودم داشته باشم و اینا روی اون سطح باشن که ما میتونیم از این قسمت با پارامتر warp to base میتونم تغییر بدم و دیتیل های زیر کار خود لایه زیریمو حفظ کنم و اینجا هم remove base detail دارم که مثلا میگه میخوایی remove کنی دیتیل بیس تو که اگه ما اینو تغییر بدم میتونید ببینید دیتیل ها رو نگه میداره، دیتیل ها رو remove میکنه. خب من اینو توی این قسمت نگه میدارم. حالا بعد ما با تغییردان رادیوس میتونیم شعاش رو تعریف بکنیم که تا چه میزان این قسمت ها دقت بکنیم، میتونیم مشاهده کنیم به این شکل رادیوس ببخشیم. پرزرف دیتیل، با گزینه پرزرف دیتیل ما میتونیم دیتیل های خودمون رو حفظ کنیم. اگه دقت بکنیم من وقتی پرزرف دیتیل رو کم میکنم یعنی دیتیل ها از بین میرن و هرچی زیادش میکنم سعی میکنم دیتیل ها رو حفظ کنه و من رادیو میزان ترشول خودم رو ذره بیشتر میکنم، رادیوس خودم رو باز میتونم بیشتر کنم از این قسمت. خیلی خوب، این قسمت ها فوق‌العاده عالی. باز میتونی با های فرکانسی فرکانسی این لایه رو تعریف کنی، با لو فرکانسی، های فرکانسی و ترشولد میتونی تعریف کنی. باز از قسمت دیفیوز که توضیح دادم میزان ریپیتیشن و اسکیلش رو تعریف کنی. در لایه بعدی من میخوام روی این لایه باز یک لایه اسنو بشینه، حالا به عنوان مثال که میخوام درس بدیم توضیح بدیم، حالا شاید برای این صحنه نیاز نداشته باشیم. من میام در قسمت asset های خودم local library و snow که دانلود کردم و میتونم بیارم و من این snow رو لود میکنم، دبل کلیک میکنم روش. حتما روی لایه آخری باید کلیک کنید. اگر روی این لایه کلیک کنید باز snow میاد لایه بالای این لایه صخره قرار میگیره و من این لایه رو انتخاب میکنم و دبل کلیک میکنم و سب میکنیم که snow من تکسچر اسنوی من لود بشه به این شکل. باز میتونیم ریپیتیشنش اونجا تعریف کنم که میزان اسکیلش چقدر باشه و دیفیوز رنگ، اسپیکیولار میزان رفلکت و گلاسینز میزان ماتی بودنش، سیغلی بودن و مات بودن خود تکسچرم رو تعریف بکنم. حالا باز دوباره من میخوام این روی این سطح باز قرار بگیره، میام میزانمش رو حالت اباو و از این قسمت میتونیم تعریف بکنیم باز ترشولد میزان آستانه شد چقدر باشه. باز من میخوام دیتیل های بیس هم حفظ بشه و وارپ تو بیس رو من زیاد میکنم و به این شکل دقیقا روی سطح صخره های ما فوق‌العاده عالی ما دیتیل های اسنوی خودمون رو داریم به این شکل. باز میتونم پرزرو دیتیل خودم رو بیشتر بکنم، من میخوام بیشتر بشینه روی این سطح و warp to base رو بیشتر میکنم. خوب شد، تا اینجا خوب رفتیم جلو. در گام بعدی باز من میخوام حالا یک سطح آبی رو داشته باشم که این قسمت هایی که توی سطح قرار میگیره، یک قسمت توی گودی قرار میگیره، یک آب قرار گرفته باشه یا یک لیکویدی قرار گرفته باشه که به عنوان لایه چهارم اینو اضافه بکنم. قبلش من میخوام با یک پارامتر شما رو آشنا بکنم از این قسمت که اگر روی همون لایه که شما انتخاب کردی و add paint mask رو بزنید میتونی با paint control بکنی که این لایه کجا قرار داشته باشه و کجا نباشه. من الان این paint رو میزنم و اگه دقت بکنی یک پینت برای من میاد که من میتونم از اینجا سایزش رو کنترل بکنم، اپوزیتی میزان شفافیت پینت رو کنترل بکنم، نوع براش پینت رو کنترل بکنم که با زدن کلید B میتونی براش رو فعال بکنی، با زدن کلید E اریز میکنه. باز از قسمت ماسک وقتی رنگ مشکیه، شما وقتی اینجا پینت میکنی کلیک میکنی میبینید که تکسچر شما رو اینجا
لایتون رو داره حذف میکنه، روی اون سطح قرار گرفته داره برمیداره. باز دوباره این رنگ رو سفید بکنیم، میتونید دوباره پینت کنیم و روی اون اسنو رو اون قسمتی که میخوای دوباره با پینت اینجاد بکنیم. من کنترل زد میکنم، دوباره برمیگردم به عقب و اگه دقت بکنید وقتی من پینت میکنم یک برجستگی ایجاد میشه که این هیچ مشکلی نداره. شما با توی قسمت خود لایه با ترشولد و رادیوس و پرزنت دیتیل میتونید اینو کنترل بکنید بعد از اینکه پینت کردین. من کنترل زد میکنم، برمیگردم دوباره عقب به این شکل و روی خود لایه میام، باز روی پینت میام، کلیک کنید اینجا براتون باز میکنه و میتونید بیاد پینت هم روی خود سطح ایجاد بکنید. در گام بعدی من میخوام بیام اینجا یک لیکوید اضافه بکنم. میتونم بیام از این قسمت که دقت بکنی شبیه قطره آبه، نوشته add liquid layer، که اینو به عنوان لایه آخر میخوام اضافه بکنم. کلیک میکنم و لیکوید خودم رو اضافه میکنم. میبینید که بک‌گراند من برای یک محیط، یک محیط آسمانه با صخره‌ای که دارین توی رفلکس ها میبینید، که اینا میتونید عوض بکنید از این قسمت بک‌گراند و میتونه حالت استریت لایت باشه، استودیو باشه یا هر مدلی که شما میخواین. من این بهتره روی همین متدش کار میکنم برای بک‌گراندش. حالا باز اپازیتی شفافیتش رو اینجا میتونید تعریف بکنید. رنگ آب که الان میبینید که رنگ گله، شما میتونید میزان رفلکت و گلاسینش رو تعریف بکنید. حالا من ترشولدش رو کم میکنم چون قسمت هایی که داخل میفته، دیتیل هایی که این قسمت پایین داره، من میخوام اونجا یک مقداری لیکوید داشته باشم. میدونید که خیلی عالی داره ایجاد میشه و اگه دقت بکنی هرچی به سمت کناره ها میره یک نمی از خود لیکوید من این لبه ها ایجاد میشه که شما میتونید با تغییر دادن رادیوس، ببخشید از قسمت سورفیس، اینو دقیقا میزان شفافیت کنترل بکنید، دیفت میزان عمق آب کنترل بکنید. میبینید که من سورفیس رو تغییر میدم، هرچی به سمت لبه میاد شفاف میزان کمش میکنم، آب به سمت شفاف بودن میره و وقتی سورفیس رو زیاد میکنم لبه ها فقط شفافه و قسمت هایی که عمق زیاده ما اون عمق آب زیاده ما اون رنگ گل رو میبینیم. و در قسمت که اگه دقت بکنی وقتی که این آب به سمت لبه ها میاد این لبه ذره مرطوب میشه که شما میتونید از این قسمت کنترل بکنی که میزان ترشولدش رو میتونی تعریف بکنی، رادیوسش رو میتونی تغییر بدی و میزان بلر بودن و گلاس آفستش رو میتونید ایجاد بکنید که با یه تست ساده میتونید همه اینا رو شما دقیقا روی سطح ایجاد بکنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه. موفق و پیروز باشید.